به نام یگانه عشق و هستی و با رخصت سلطان هنر ایران زمین استاد منوچهر نوذری. با مرگ بر مپیچ که هر زنده مردنی است، در مرگ زنده باش که آنت ستودنی است. منو از حادثه رد کن، تو شبای دل شکستم، میخوام از تو جون بگیرم. کلاسیک و همون آگوستیک کار شامل مثلا سازه بادی بود که فلوت و اوبا، کلارینت. که باز اینا رو مثلا یه بخشیشو با سمپل ها استفاده کردیم، یه بخشیشو نوازنده. گیتار آگوستیک داشتیم، گیتار الکترونیک داشتیم، گیتار بیس داشتیم و گروه زهی که حالا شامل ویولون و ویولا و چلو این داستان. آهنگساز خیلی نقش مهمی رو در فیلم ایجاد میکنه، یعنی خودش باید عاشق سینما باشه، عاشق فیلم باشه، برای این کار ساخته شده باشه، دغدغش سینما باشه. برای اینکه تو موسیقی فیلم بنویسی و کار بکنی، باید حرکت دوربین رو بشناسی، باید مفاهیمی رو بشناسی، باید بازی رو بشناسی، باید بازی زیر پوستی رو بشناسی، همه اینا رو باید بشناسی. وگرنه چون مدرکت بالاست نمیتونی و کارت خوبه بسازی، منفک از فیلمه. انگاری موسیقی جدا باید گوش کنی، فیلمو جدا ببینی. ساز تخصصی ویولون بود پیش استاد سهیل دهبستی. اون زمان همه درگیر نوازندگی بودیم بیشتر بچه‌ها، یعنی رشته آهنگسازی نداشتیم. با آهنگسازی تئاتر و فیلم کوتاه سعی کردم یه خورده تجربه به دست بیارم تا قسمت شد دیگه بتونم یه سریال بلند کار بکنم، سریال تلویزیونی مجموعه کلانتر سری 2. واسطه این که آیه یارقچیان یه مقدار گرفتاری‌های خاص خودش رو پیدا کرده بود، درگیر یه کار بود، تهیه داشت میکرد، یه مقدار سر شلوغ بود، شرایطی پیش اومد تا من یه فرصت در اختیار پالیز قرار بدم. سریال کلانتر یه ژانر پلیسی جنایی بود. پالیز خب موسیقی خونده بود، از سن خیلی کم آهنگسازی میکرد، سمفونی میساخت، سونات مینوشت، کارایی میکرد که همیشه من احساس میکردم که یه قریه خاصی نسبت به موسیقی داره. تصمیم گرفتم که کلانتر 2 رو بهش فرصت بدم این کارو بکنه. سرت کن تو شبای دل شکستن، میخوام از تو جون بگیرم، میخوام عاشقت بشم. واقعا متحیر شدم، چون دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم بدون اینکه حتی دخالتی کرده باشم. چون قبلا من لحظات زیادی رو با آهنگسازام میگذروندم، اینجا اصلا نبودم، کارو بهش داده بودم و فقط کارو ازش گرفتم. ترانه کار آقای عبدالجبار کاکایی لطف کردن گفتن و کار خیلی خوب و قشنگی شد. محتوای ترانه خیلی به سریال میخورد و بعد از اون دیگه کارامو با پالیز ادامه دادم. منو از حادثه رد کن، محسن محمدی چون خودش خیلی علاقه داشت به موسیقی و جز کارهایی که یعنی تمام قسمت‌های کارش وسواس داشت، موسیقی رو هم چون دوست داشت، اصلا به همین جهت پسرش چون بچه عاطفی بود پالیز، خب جلوی چشم ما بزرگ کرد، روش پیدا کرد و از همون بچگیش نوجوانیش ما میدیدیم که خیلی عاطفی و حساسه و علاقه داره به موسیقی. این شد که اصلا رفت
دنبال کرد، درسشو خوند و بعد برگشت و دیدیم موفق. بخش اول، فصل اول کلانتر رو که حالا به نام کلانتر یک میگفتن ولی کلانتر یک و دو و سه ما نداشتیم، منظور کلانتر فصل یکش بود، چون کلانتر همون کلانتر بود. فصل اول رو دوست عزیزم، یکی از بهترین آهنگسازهایی که تا به امروز دیدم به خصوص در مملکتمون، حمید یراقچیان عزیز بود که بسیار انسان کاربلد، حرفه‌ای، متخصص و درستیه تو این کار. در واقع میشه گفت بهترین استاد من بوده از همون سالهای اولیه و تا امروز که من هنوزم میام پیشش و چیزهای بروز ازش یاد میگیرم. خوشبختانه تو کارهایی که من کردم با آهنگسازهایی که کار کردم، چون اون زمان آقای میرزمانی، آقای یراقچیان، پالیز، خوشبختانه تعامل خوبی داشتم. کلانتر دو تیتراژمون خواننده نداشت، چون مال خیلی سال پیش بود، نمیدونم دقیقاً، آره دیگه میشه مال همون 10 سال پیش، و حالا منم خیلی به قول معروف جوون بودم و دستم انقدر پر نبود که بتونم یه ترانه خوب مثلا اون موقع، چون زمانم خیلی کم بود دیگه، به صورت موسیقیایی تیتراژو پیش بردیم، خیلی هم موسیقی خوب و قشنگی داشت. سریال کلانتر 3 شروع شد به پخش شدن، یکی دو هفته هم رفت از کار که دیگه ما درگیر باز هم تیتراژ آخر شدیم براش که بدون خواننده نره. با آقای مسیحا صحبت کردیم. منو از حادثه رد کن، تو شبای دل شکستم، میخوام از تو جون بگیرم، میخوام عاشقت بشم من. دنیا تردیده یه فهمه بین موندن و نموندن، یه روزی فرشته بودیم ما رو تا کجا کشوندن. اولین فیلم حرفه ایمو برای کانون پرش فکری کودکان ساختم، بعدش چند تا کار داستانی برای گروه کودک تلویزیون، و کلن علاقم تو کار کودکان بود. من معتقدم که محسن همیشه کارهای با فکر انجام میداد از اولش، اما باز نبدید به این دلیل که خودم توش بودم، در مورد کلانتر خودش هم جور دیگه‌ای حرکت میکرد، اندیشش و تفکرش هم طور دیگه‌ای حرکت میکرد و با عشق بیشتر مینوشت، حالا ناخودآگاه. تازه جالب اینه که در مورد محسن بدونید خودش همیشه میگفت من اصلا نمیخواستم درگیر کارهای پلیسی بشم. خیلی اتفاقی وارد کارهای پلیسی شدم، اونم در واقع یه جورایی از سربازیم شروع شد. حضور آقای نوذری خیلی کمک کرد، اون نوع از پلیسی که من دوست داشتم تو کارم ارائه بدم، و خوشبختانه بیننده هم ارتباط خوبی با ایشون برقرار کرد و همه اینا دست به دست هم داد تا کلانتر به هر حال در طول این سالها در ذهن بیننده همچنان باقی بمونه.
منو از حادثه رد کن، منو از حادثه رد کن تو شبای دل شکستن. میخوام از تو جون بگیرم، میخوام عاشقت بشم. من دنیا تردید یه فهمه بین موندن و نموندن. یه روزی فرشته بودیم، ما رو تا کجا کشوندن؟ دنیا تردید یه فهمه بین موندن و نموندن. یه روزی فرشته بودیم، ما رو تا کجا کشوندن؟ منو از حادثه رد کن،